آتش بس میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه از بامداد روز جمعه پس از 11 روز درگیری آغاز شده است. درگیری‌هایی که در آن 232 نفر در غزه و 12 تن در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 تن هم خانه‌هایشان را ترک کردند. با اجرای آتش بس شماری از فلسطینی‌های ساکن غزه و شرق اورشلیم در خیابان‌ها به شادی و پایکوبی پرداختند. اسرائیل و حماس هر دو اعلام کردند که در این جنگ 11 روزه پیروز شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این آتش بس استقبال کرد و گفت آتش بس یک فرصت واقعی برای پیشرفت ایجاد کرده. اما 11 روز درگیری میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی چه دستاوردی برای دو طرف داشته و چه تضمینی برای اجرای آتش بس وجود دارد؟ برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، با وجود اعلام آتش بس روز گذشته سربازان اسرائیلی وارد مسجد الاقصی شدند. آیا این نشانی از شکننده بودن آتش بس داره؟ هنوز نه، چون رفتن به مسجد الاقصی روز جمعه چیز معمولی است و اینکه در نزدیک مسجد الاقصی هم برخوردهایی با پلیس اسرائیل انجام میگیره این هم طبیعی و معمولی معمولا. ولی اتفاقی که جمعه قبلترش افتاده بود اون باعث به اصطلاح این تنش شد. نه، من فکر نمی‌کنم که برخوردهای دیروز بین نمازگزاران مسجد الاقصی و پلیس اسرائیل نشانه از شکسته شدن آتش بس باشه. ولی حرف شما درسته، مسجد الاقصی که از محل‌های بسیار بسیار حساس پس برای تنش بین اسرائیل و عرب و به خصوص فلسطینی ها، و اگر در نظر بگیریم که مسئله شهر القدس سرنوشت آینده به اصطلاح این تنش رو تعیین میکنه، چون به هر حال قرار قدس شرقی تبدیلی به پایتخت فلسطینی ها بشه یک روزی، و اینه که ما تمام به اصطلاح عناصر این تنش رو در این شهر مخلوط میبینیم، تجمع میبینیم، مجتمع شده. به همین علت هم حمله حماس به اسرائیل درست روزی که این برخوردها در قدس بالا گرفت انجام گرفت که بعدم به این جنگ 11 روزه کشید. در رابطه با همین جنگ 11 روزه دستاورد اسرائیل چه بود از 11 روز درگیری؟ نتانیاهو میگه که ما زیرساخت‌های تروریستی رو در غزه از بین بردیم. 25 نفر از کادرهای بالای نظامی حماس رو از بین بردیم و ضمناً موفق شدیم که یک قواعد بازی رو عوض کنیم. یعنی از طریق مصر که میانجی این به اصطلاح آتش بوده به حماس گزارش کردیم یا بهشون اطلاع دادیم که این بار دیگه مثل بار گذشته نخواهد بود. اگر شما دست به عملیاتی بزنید مثل گذشته، حملات ما بسیار شدیدتر خواهد بود. امیدش این است که دیگه راکتی از غزه به اسرائیل پرتاب نشه. یه چیزی دیگه هم که اتفاق افتاده اینه که اسرائیل دیده گنبد آهنین اونجور هم آهنین نیست که جلوی همه موشک‌ها رو بگیره. بنابراین بلافاصله بعد از آتش بس که تحت فشار آمریکا بود در مورد اسرائیل، بلافاصله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ظاهراً به توافقی رسیدن که سوراخ ها و ضعف های این گنبد آهنین رو از بین ببرن. و دستاورد حماس، آیا حماس از اون چه که از دست داد بیشتر به دست آورد یا نه؟ به هیچ وجه. حماس به این مسئله خیلی حساس احساسی برخورد کرد. شما توجه بکنید دیروز در پارلمان اسرائیل علیه آقای نتانیاهو بحث بود، انتقاد بود و خیلی ها بهش میگفتن که چرا این جنگ رو الان تموم کردی، چرا اصولا بعضی ها میگفتن تو جنگ رو شروع کردی. به هر حال یک فضای تعقلی بود پس از این تمام شدن جنگ، داشتن با هم دیگه بحث میگم، در حالی که همونطور که شنیدید اهالی غزه به اصطلاح پیشنهاد حماس به خیابان آمدن و پیروزی رو جشن گرفتن. من نمیدونم پیروزی در کجاست. تعداد کشته شدگان فلسطینی ها 10 برابر یا 20 برابر اسرائیلی هاست. همونطور که گفتم خیلی از کادرهای بالاشون کشته شده و اگر مصر این پیش به اصطلاح این میانجیگری رو کرده بین اسرائیل و حماس، مصر قول داده که دیگه از این به بعد مواظب گذرگاه مرزی بین صحرای سینا و غزه هم باشه. یعنی در آینده من فکر میکنم ورود
به اصطلاح سلاح از طریق اون تونل ها و اینا دیگه غیر ممکن بشه. بنابراین جایی برای جشن برای حماس فکر نمی کنم باشه. بسیار سپاسگزارم علی سعدرزاده از اینکه با ما همراه بودید.